سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، بانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، وندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. سلام به شما دوستای عزیزم، من سومی هستم. این ویدیو، این جلسه مربوط به یوگا برای دوران قاعدگیمون هست. توی این ویدیو بهترین تمرینات یوگا رو که بسیار ساده هستن و مفید برای دوران قاعدگی، برای درد دوران قاعدگی بسیار مفیده، میریم با هم شروع میکنیم. از وضعیت کودک انگشتای شست پامون رو کنار هم قرار میدیم، زانوهامون رو به اندازه عرض متن یا حتی بیشتر از هم باز میکنم. میتونم از یه بالش استفاده کنم، یه کوسن، یه وسیله نرم که بین پاهام قرار بدم. به آرومی با دستام میرم به سمت پایین و شکمم رو کامل رها میکنم روی این بالش. میتونیم سرمون رو به آرومی رها کنیم به سمت زمین، یا اینکه میتونیم پیشونیمون رو روی زمین قرار بدیم. دستها رو تو هر وضعیتی که راحت براتون قرارش بدید و برای چند تنفس توی این وضعیت بمونید. میتونید طول تمرین ها رو برای خودتون بیشتر کنید یا حتی کمتر، به طبق نیاز و زمان خودتون تنظیم کنید. و آرومی سرم رو بلند میکنم. اگر از بالش استفاده کردید، بالش رو میتونید برش دارید. آرومی قدم بزنید و توی وضعیت چهار دست و پا یا میز قرار میگیرید. فاصله بین دست ها و پاهامون رو عرض شونه و لگنمون قرار میدیم و شروع میکنیم. همراه با دم و بازدممون لگنمون رو میچرخونیم به سمت عقب، به سمت راست، میان جلو و به سمت چپ. میتونید در جهت عقربه های ساعت شروع کنید به چرخش لگنتون. توی این تمرین احساس رهایی زیادی توی ناحیه لگنمون میکنید. میتونید از یه وسیله ای که زانوتون رو ساپورت کنید زیر زانوتون قرار بدید و به آرومی جهت رو تغییر بدید. سعی کنید آرنجاتون رو خم نکنید و هر لگنتون رو بچرخونید. دم و بازدم جاری. آرومی اینجا و رها میکنم. از همین وضعیت پای چپم رو نگه میدارم، پای راستم رو بلند میکنم، یه گام میارم بین دستم قرار میدم. فاصله دست و پاهای کوچولو بیشتر میکنم. دست چپم رو میذارم همینجا، دست راستم رو میتونم بذارم روی رون پام و به آرومی بدنم رو بچرخونم به سمت راست. سرم رو اینجا رها میکنم به سمت زمین و اجازه میدم که بدنم رها بشه. اجازه بده تا هر جا که میتونی لگن به سمت زمین رها بشه. اگر هم که دوست داری میتونی به سادگی دوتا کف دستاتون همینجا روی زمین قرارشون بدی. دم و بازدم هر کدوم که برات بهتره و احساس بهتری میکنی انجام. جهت رو عوض میکنم،
از تا میاد روی زمین که آرومی پای راست هم میره اول و پای چپ هم رو میارم جلو. این بار دست راست هم روی زمین میمونه، دست چپ هم رو روی روم پاهم قرار میدم و به آرومی بدنم رو میچرخونم. سرتون میتونی کامل رها کنی به سمت زمین، دم و بازدم. اجازه بده تا جایی که احساس خوبی داری لگنت به سمت زمین بیاد، دم و بازدم. به آرومی دست با موزرم روی مت و بیرم به سمت همه. از همینجا من برم توی وضعیت مالاسانا. توی وضعیت مالاسانا میتونیم با آجر با یه بالش بر زیر لگنمون یا اینکه به سادگی اگر میتونیم کف دستامونو به هم بچسبونیم، آرنجامونو بذاریم داخل رومون و تا جایی که میتونیم فشار بدیم به داخل رونامون رو به سمت بیرون بازشون کنیم. اگر این وضعیت برات راحته همینجا نگه دار، اگر که مناسب نیست میتونی باز یه وسیله برای زیر لگن استفاده کنی. میتونی با چشمای بسته دم و باز دم جاری انجامش بدی. چشماتو بستی باز کن، کف دستاتو از هم باز کن و به آرومی دستاتو رو به سمت جلو توی همین وضعیت مالاسانا قرار میگی. فقط سرت رو به سمت زمین و کف دستاتو به سمت زمین رها کن. اجازه بده کمرت گرفت بشه به سمت جلو. بازدم و به آرومی سرت رو بیار بالا، با دستات برگرد به سمت خودت و خیلی آروم لگنت رو بذار روی زمین. کف هر دو پات رو به هم بچسبون و بعد با دستات انگشتای پات رو بگیر، کمرت رو کمی صاف کن و شونه‌هات رو از گوشت دور کن. شونه‌ها رو بکش به سمت پایین، یه دم بگیر، قد بالاتنت رو بلند کن، یه دم و بازدم بگیر و خیلی آروم با دستات قدم بزن به سمت جلو و سرت رو به سمت زمین رها کن. تو این تمرین هم اگر احتیاج داری میتونی برای زیر زانوهاتون از آجر یا کتاب یا بالش استفاده کنید. اگر که دوست دارید میتونید آرنج ساق دستاتون رو بذارید روی زمین یا اینکه کف دستاتون روی زمین باشه، هر کدوم که احساس بهتری بهتون میده. با دستان قدم میزنم به سمت بالا. همطور که گفتم میتونید طول تمرین ها رو برای خودتون بیشترش کنید. زانوها رو با کمک دستان جمع میکنم و یکی یکی پاهام رو دو سمت متن باز میکنم. این تمرین رو میتونید حتی کنار دیوار انجامش بدید، یعنی به روبروی دیوار انجامش بدید، پاهاتون رو بذارید کنار دیوار و انجامش بدید. فشار به خودتون نیارید، با کمک دستاتون عضلات لگنتون رو بیرون بکشید و کامل اجازه بده لگنت بره به سمت زمین. زانوهات رو سعی کن به سمت سقف نگه داری و اگر دوست داری انگشتای پات رو به سمت زانو برگرد. قد بالاتنت رو بلند کن همراه با یک دم و بازدم آرومی قدم بزن به سمت جلو. باز میتونی ساق دستات رو بذاری روی زمین، سرت رها به سمت زمین، یا اینکه حتی میتونی از یه بالشت استفاده کنی
که یه بالش یا حتی دوتا بالش که بذاری زیر سینت و کامل بیای به سمت بالش، کامل رها بشی به سمت زمین. دم و بازدم. سرت رو بلند کن، قدم بزن به سمت خودت، میتونی بالشتت رو برداری، رو میز با کمک دستات پاهات رو به هم نزدیک کنی، جلوی متت روی زمین بشینی، دستا رو میکشن به سمت جلو با کمری صاف، یه مقدار شکم رو منقبض میکنم که به هم کمک کنه به آرومی برم به سمت متن، پاهام رو هم با خودم میبرم، زانوهام رو خم میکنم و توی سینم نگه میدارم. دوباره هر دو کف پاهام رو به هم میچسبونم توی وضعیت پروانه و روی زمین قرار میدم. این بار اگر دوست داری میتونی دستات رو روی پاهات قرار بدی یا میتونی روی شکمت قرار بدی. چشمات رو ببند و اجازه بده بدنت کاملا ریلکس و رها بشه. دوران قاعدگی سعی میکنیم زمان بیشتری رو برای خودمون بذاریم، سعی میکنیم کمی رهاتر باشیم، کمی بیشتر به خودمون اهمیت بدیم و با همین تمرینات، با همین تمرینات تنفسی ساده، با همین تمرینات ساده یوگا میتونیم دوران قاعدگی بهتر و بدون دردی داشته باشیم. هر شهر که دوست داریم توی این وضعیت میمونیم، هر وقتی آماده بودیم زانوها رو جمع میکنیم، چند بار زانوها رو به سمت راست و به سمت چپ میبرم. به آرومی پاهام رو باز میکنم دو سمت متن و توی وضعیت شواسانه آخرین تمرینمون قرار میگیریم. سعی میکنیم اگر توی دوران قاعدگی داریم انجامش میدیم تمرین شواسانمون رو کمی طولانی تر انجامش بدیم و با هر زمانی که احتیاج داشتیم توی این وضعیت قرار میگیریم. با چشمای بسته کف دستام به سمت سقف، یا اینکه میتونیم کف دستامون رو به سمت سقف ولی دستامون رو توی وضعیت کاکتوس بذاریم دو سمت سرمون. حتی پاهاتون رو میتونید هر وضعیتی که دوست دارید قرار بدید. با چشمای بسته استراحت کنید و لذت ببرید. زمانی که دوست داشتید توی این وضعیت باقی بمونید و هر زمانی که آماده بودید به آرومی از وضعیت خارج میشید و تمرینتون رو به پایان میرسونید.